من این سوال سام برام عجیبه، چون میگه آقای آهنگری چرا اینقدر از واژه جعلی قوم فارس استفاده میکنی؟ آقا جان یزدی، خراسانی، لور، بلوچ، کرمانی، اصفهانی هیچ کدوم فارس نیستن. مازنی رو جا انداختیم، اینکه مازنیه. من مازنی رو نمیشناسم، برای همین جان. مازندران شمال. آها مازندرانی. مازگی مازندرانی. چیزه من موندم، این حرف سامان اگه درسته پس من هیچ کدوم، من چی هستم پس؟ من نه یزدی ام، نه خراسانی ام، نه مازندرانی ام. من مازندرانی میگم، مازنی چیه؟ نه لورم، نه بلوچم، نه کرمانی ام، نه اصفهانی ام. پس من چی ام سامان جان؟ شما ایرانی هستین. این جواب این مرکزگرایان همینه، شما ایرانی هستین. ولی دیگه توی این ایران دقیقاً مرمیز... دقیقاً و اعلام کرده که ما گفته هیچ کدوم فارس نیستن، ایرانی هستید. مثل سامان میگه اصلا قوم فارس وجود نداره. اگه قوم فارس وجود نداره پس من من تو کدوم این گروه هستم؟ این مرکزگرایان دو تا جواب دارن. یکی این که ما همه ایرانی هستیم، بعدش هم که شکست میخورن تو منطق، میگن خب آها پدر من تو کرده، مادر من ترکه، خب من چیکار کنم الان؟ مثلا من کی هستم؟ میگم شما یک ترک کرده ایرانی هستی. نه شما این من منظورم از لحاظ هویت و اینا نبود، بالاخره از لحاظ اثنیسیتی من یه چیزی هستم. من خودم بالاخره هستم. من می‌خواستم اینو عرض بکنم که شما که با اون زبان دارین صحبت می‌کنین و اون زبان تاریخ داره و اون زبان از طریق اجسامی به نام انسان که دو پا داره و داره صحبت می‌کنه نسل به نسل انتقال پیدا شد، پیدا کرده، شما در این کاتگوری به حساب رده بندی میشین. من ولی برام مهم نیست. به نظرم اثنیسیتی چیز مهمی نباید باشه، یعنی اصلا اهمیتی نداره. ولی اصلا ابدا من مخالف برتری طلبی اتنیکی نیستم، ولی به شدت مخالف این حذف و نفی هستم. نه ببینید، حذف نمیگم حذفش بکنیم، من میگم اهمیت بغیر از تفریح، شعر، رقص، بغیر از تفریح هیچ اهمیت دیگه ای نباید داشته باشه به نظر من. یعنی من نمیگم من اینجوری، به خیلی میگن اینقدر اهمیت نداره که اصلا وجود نداره. من نمیگم وجود نداره، اثنیسیتی وجود داره، یه چیزی هست بالاخره، هم از لحاظ ژنتیکی هست هم از لحاظ فرهنگی، چیزی که وجود داره. ولی من میگم خیلی بهش به خاطر بهونه میشه، به خاطر اینکه مردم به جون همدیگه بندازن، به جای اینکه فرهنگ و اثنیسیتی و این چیزا، یه چیزایی که ما میتونیم یاد بگیریم، لذت ببریم، یه چیز تفریحی باید باشه، نه یه چیزی که بین مردم با هم دشمن بکنه، مردم و حقوقاشون رو از هم جدا بکنه. این به غیر از تفریحی به نظر من هیچ اهمیتی نباید داشته باشه، از لحاظ تاریخی، فرهنگی، تفریحی. من ایدتون رو رد نمی کنم، قبولم نمی کنم، ولی چون می دونم در کشوری مثل سوئیس، مثل بلژیک که یکیش پایتخت صلح دنیا است، یکیش پایتخت اتحادیه اروپا است، این مسئله کاملا وجود داره و بر مبنای اتنیسیته این کشور داره اداره میشه. خب ولی اینو ببینید، من قبول دارم که اثنیسیته موقعی چیز مهمیه که یک نفر اونو بهونه میکنه برای دشمنی به سر یک مردم. خب ببینید، من میگم اثنیسیتی اصلا، قوم اصلا چیز مهمی نباید باشه، مگر اینکه یک کسی خب اومده میخواد شما رو بکشه به خاطر قومتون. خب مثلا من اگه مثلا توی جنگ جهانی دوم مثلا یک یهود اومدم خونم رو زد، گفت اینا اومدم میخواد منو ببرن تو قطار، من یهودم، من قایم کن، من نمیگم که خب یهودی که یهودی، چرا ربطی داره، چرا اهمیت داره؟ خب این که خودش اینو مهم نکرده، یه کسای دیگه اینو مهم کردن به خاطر اینکه دوم افتادن به جونش به خاطر قومیتش. خودش قومیت خودش مهم نکرده، بعضی دیگه قومیتش مهم کرده. یعنی من میگم قومیت موقعی مهمه که یه کسایی دارن اینو بهونه میکنن به خاطر دشمنی سر یه گروهی. خب ولی ما میخوایم به یه جایی برسیم، نمیخوایم جواب به این نیست که ما خود قومیت رو یه جور خودمون مهم کنیم به عنوان مثبت. خب یه نفر قومیت رو مهم کرده به عنوان یه چیز منفی، مثلا جمهوری اسلامی این کار میکنه. خب جوابش اینه که ما یه کشوری، یه جامعه‌ای بسازیم که قومیت مهم نیست، نه که یه جامعه‌ای بسازیم که قومیت یه چیز ارزش مثبته. یه بهونه برای تفریح میتونه باشه، ولی یه چیز مثبت، یه ارزش مثبت نباید باشه، نه منفی باید باشه نه مثبت باید باشه. دقیقاً من موافق این هستم که هیچ زبانی، هیچ مذهبی مایه امتیاز بر هیچ زبان و مذهب دیگری نباید باشه. ولی سیاست چی میگه؟
سیاست میگه اون چیزی که هست رو مبنا قرار میدی، راه حل دموکراتیکش رو ارائه میدی. در کشور بلژیک به دلیل اینکه تبعیض زبانی بوده، یعنی فرانسوی زبانها بر هلندی زبانها هژمونی داشتن و حقوقشون رعایت نمیکردن، هلندی زبان فلامان بودن هلندی زبانها برجسته میشه و اونا اون هویت رو، این بخش از هویت خودشون رو قوی میکنن برای اینکه برسن به اون حقوق مساوی. اینجا بحث این نیست. اتفاقا اینجا در ایران وضع دوبل بده. نه تنها اون کرد بودن به حساب مبنا قرار نمیگیره که حتما و حتما من از شما برترم چون کردم، بلکه یکی میگاد میگه آقا تو کردیت تو رو نباید لحاظ بکنی، یعنی اصلا کردیت من رو نفی میکنه. اینجا فرهنگ نفی وجود داره در ایران. اگر برابر حقوقی بود بین کرد و ترک و فارس و عرب و شیعه و سنی و اصلا شاید واقعا به قول شما اصلا این بحثا دیگه مطرح نبود، ولی ما مجبوریم برای اینکه این دوره گذار رو طی بکنیم، این مؤلفه های هویتی رو لحاظ بکنیم به صورت دموکراتیک که برسیم به یک سطح استاندارد. حالا 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه نسل‌های آتی چه خواهند کرد دیگه این مسئله من نیست، اونا تصمیم خواهند گرفت. ببخشید من بابک اینو هایلایت کردم، من اینو ناراحت شدم اینو هایلایت کردی. این چه جوری سامان جان، این چه حرفی میگی؟ واژه جعلی قوم فارس فقط و فقط ساخته و پرداخت شده توسط جدای طلبان است. هر کس گفت قوم فارس بزنید تو دهنش. نه لطفا تو دهن هیچ کسی نزنین. اگه اختلاف نظر دارین با یک کسی بهشون بگین، قشنگ محترمانه بهشون بگین اختلاف نظرتون چیه. ما اینجا تو دهن هیچ کسی نمیزنیم. بفرمایید بابک. بله من خیلی مشخص الان یادم رفت، خیلی مشخص عرض بکنم، کسی که نمیخواد خودشو قوم فارس تعریف بکنه از نظر من کاملا آزاده، ولی من کردم، خودمو کرد تعریف میکنم، اون هموطنم موظفه بهش بگین. کاوه میگه موظفی کردیت من رو قبول بکنی تمام قد. شما خودتو تعریف نمی کنی، مشکل خودته، منم شما رو تعریف نمی کنم، اما شما موظفی تمام قد در برابر هویت من محترمانه بایستی. خب آقای آنگر عزیز، خب هیچ کدوم از این دوستانی که اینجا هستن اصلا هیچ کدومشون نگفتن شما کرد نیستین یا هویت کردی شما رو زیر سوال نبردن اصلا. کسی همچین حرفی نزد. در جواب حرف شما بود که شما هی میفهمودین قوم فارس و شامل خراسان و کرمان و سمنان و اینا هستن. این دوستان دارن به این اشاره میکنن که اونا فارس نیستن. بابک حرف خیلی خوب، حرف خیلی درستی زدین. من سوالم اصلا بر منم الان سوال شد، نه تنها کسی تو لایف چت اینو نمیگه، آیا اصلا کسی به شما گفته که شما چندین بار امروز گفتین که اتفاق خوب شد بابک منم دقت نکردم، آیا کسایی هستن که به شما میگن شما کرد نیستین؟ اولین چیزی که میگن شما ایرانی هستی یا خودتو ایرانی میدونی یا کرد. خب آره، ولی کسی اگه فکر میکنه البته من با شما اینا اختلاف این سوال میپرسه، بذارید اجازه بدید. نه شما ببینید، کسی اگه به شما بگه که ایرانی مثلا فکر، کسایی که اعتقاد دارن هویت ایرانی شما مهمتره تا هویت کردشون، البته من نمیگم اینا درست میگن، ولی اینا نمیگن که شما کرد نیستی. کسی که این سوال میپرسه، من مرکزگرایان رو مویرک های فکریشون رو میشناسم کاملا. وقتی که میگه بین دو گزینه کرد بودن یا ایرانی بودن مخیرت میکنه، دقیقا میخواد یا از طرف من یکی از اینا خط بخوره یا طرف خودش یکی از اینا خط خورده. متوجه هستی؟ وگرنه اگر کسی به کرد بودن من در ایران معتقده، چرا این سوال رو میپرسه؟ اصلا چه نجومی داری؟ بابک ما دو ساعتمون گذشت. الان بذار بعد چیز کنم. اتفاقا این مرکز گرایان هم میگن که ما مورک های به حساب مغزی فدرالیست خواه رو میشناسیم که داریم اینجوری صحبت میکنیم. تو کنم یه چیز دو طرف هست. اول اول نبیدونم من نظراتمو گفتم. من از میرم سراغ ادامه سوالات که ما سوالات رو زودتر تموم کنیم. من سوال مازدم نخونم. عرض کنم که بهمن و چند نفر دیگه پرسیدن که چرا فدرالیسم اصلا باید قومی باشه، چرا نمیتونه منطقه‌ای باشه؟
سوال خوبیه. اولا در ایران این اتنیک های مختلف وجود داره و مسئله اتنیکی در ایران خیلی حاده. تعاریف مبتنی بر کرد بودن، بلوچ بودن، ترک بودن، عرب بودن خیلی حاده. پس رفتار دموکراتیک، برخورد دموکراتیک بر ما فرض میکنه که اینو لحاظ بکنیم. این یک. اما این به این معنا نیست که اصلا بعد جغرافیایی فدرالیسم رو نفی بکنیم. عرض کردم در کشوری مثل کانادا، شاید اینو البته عرض نکردم، در کانادا به غیر از دو تا مبنا داره فدرالیسم در کانادا، هم جنبه قومی داره، یعنی قومیت و زبان فرانکوفون ها، فرانسوی زبان ها لحاظ شده، و هم جنبه جغرافیایی داره فدرالیسم در کانادا. پس میشه ترکیبی از هر دو تا باشه. احتمال این که ما بتونیم این ترکیب رو اجرا بکنیم هست. خب ولی شما کانادا رو مثال میزنی، من بگم کانادا رو رأی گرفتن، شما میگین این چیزیه که رأی حقوق بشریه و کسی نمیتونه تعیین بکنه. تو کانادا اینطوری شد به خاطر اینکه رفراندوم گرفتن و باعث شد که مثلا این اتفاق بیفته. رفراندوم چی؟ رفراندوم گرفتن که کوبک جدا بشه یا نشه، اگه بمونه اون وقت این حقوقا رو بهشون دادن که راضیشون کنن که بمونن. نه نه نه، رفراندوم نه. ساختار سیاسی کانادا به یک جوری هست که کبک میتونه خودش مستقلن برای خودش این سرنوشت بکنه. رفراندوم برگزار شد در بین فرانسوی زبانهای کانادا که آیا میخواین جدا بشین یا نه. اون رفراندوم هم دولت کبک به حساب برگزار کرد، نه دولت کانادای فدرال. کبکی ها گفت نه، نمیخواییم جدا بشیم. متوجه عرض بنده هستین؟ بله بله. یعنی ولی یک رفراندومی بود که دولت فدرال قبول میکرد اگه. آره دیگه، در ساختار سیاسی کانادا در قانون اساسی اونجا اینجوری هست که کبک میتونه مستقلا، در بریتانیا هم اینجوریه، ولی در اسپانیا اینجوری نیست. خب ممنونم. بذار من برم چند سوال آخرم بپرسم. در حکومت فدرالی برای زبان در نظر گرفته خودشون از چه رسم الخطی استفاده میکنن؟ مثلا کردها کوتاه زیاد توضیح چیزن. آره این نه، این به اون زبانهای اون منطقه، به دولت اون منطقه ربط داره. من فکر میکنم احتمال خیلی زیاد ترکای ایران رسم الخط لاتین، در کردها ما دو تا رسم الخط رو همین الان هم استفاده میکنیم، یکی آرامی یا همونی که شبیه فارسی است، یکی هم لاتین رو استفاده میکنیم. اونو مردم انتخاب میکنن. من فکر میکنم. اوکی، سوال بعدی، چرا لورها ادعای فدرالیست ندارن؟ این چه سوالیه؟ مثلا من چه جوری به جای یک لور من نمیتونم جواب بدم؟ به عنوان یک قوم هستن، چون حالا بحث دوستان اینه که من تو لافچات خیلی دیدم که معمولا قوم ها به حساب قوم ها یا به حساب من میتونم تخمین بزنم که در قوم هایی که در مناطق مرزی ایران هستند عملا ادعای فدرال به حساب فدرالیسم رو دارن، حالا چه توی آذربایجان باشن، چه در کردستان، چه در خوزستان، چه در حتی گیلان یا سیستان بلوچستان. چرا هیچ کدوم از این قوم هایی که در داخل مرکز ایران هستند یا کمی از مرز فاصله گرفتن دنبال فدرالیسم نیستند؟ اینها هم زبان مادری دارن، اینها هم فرهنگ خودشونو دارن و مسائل دیگه. نه، در رابطه با البته این دو قسمته، در رابطه با مرکز که خب طبعا هم کمتر از 100 سالی از پهلوی اول تا الان همه چی در اختیار مرکز دیگه، زبان مرکزی، مذهب مرکزی. ولی در رابطه با لورها یکم این برمیگرده به نظر من به اون مذهب مشترک با فرهنگ و اون حکومت مرکزی، یعنی شیعه بودن. و چون کردها، البته کردها اینم عرض بکنم، اکثریتشون غیر سنی هستن، از کرمانشاه به طرف پایین شیعیارسانی هستن که میگه اکثریت کردها به لحاظ جمعیتی، اما چون کردهای سنی دوچار ستم مضاعف شدن، پس واکنش بیشتری رو در رابطه با حکومت مرکزی از خود نشون دادن. اما در لرستان یا مثلا در حساب قسمت‌های سنی نشین حتی فارس زبان جنوب هم ما این حالت رو نمی‌بینیم، اگرچه سنی هستن ولی فارس زبان هستن. یعنی یک سری المان‌های مشترک با مرکز هست که اینا رو تا حدی به نظر من مهار کرده. اما در رابطه با برخی از حواشی مثل بلوچستان، مثل کردستان، قسمت سنی نشینش چون ستم مضاعف بوده، این واکنش شدیدتر و حادتر بوده. بعد یه چیزی هم من میتونم اضافه کنم، ببخشید. پس بر اساس همین که واکنش شدید اجازه بده، واکنش شدید که نشون داد تو این قضیه و طبق آثار تاریخی هم که هستش، چون برای هر واکنشی هر بار پیش اومد
کردها خواستن جدا بشن، خوزستان خواست عرب جدا بشن، شمال گیلان اومد جمهوری خودش رو عرض کردم، خود گیلان میرزا کوچک خان اومد جمهوری خودش رو ایجاد کرد ولی در چارچوب ایران بود. در چارچوب ایران اجازه ببینید تلاششون بر جدایی بود که بعد به حساب موفق نشدن. اوکی باشه، میخوام بگم این تلاش صورت پذیرفته، حالا به درست یا به غلط، یا به غلط بین مردم ایران جا افتاده که این کار اینا خواستن بکنن. میخوام حرفم همه این بود که بگم باید حق بدیم که مردم سایر مردم ایران در داخل همون مرکز ایران که ساکن هستن بگن که تمام این گروه هایی که هستن دنبال فدرالیسمن، اینها بعد از فدرالیست دنبال تجزیه طلبی هستن، دنبال جدا شدن از ایران هستن. نه من اینو کاملا برعکس میدونم، اتفاقا فدرالیسم تنها مکانیزمی است که ایرانو با هم متحد نگه میداره. اگه من دنبال تجزیه طلبی بودم یا استقلال بودم که خیلی راحت استقلال طلب میشدم و اون جمهوریایی هم که برپا شدن کاملا در چارچوب ایران بود، ولی جمهوری بود، نظام مشکلی بود که اون نظام پادشاهی دیکتاتوری و استبدادی هرمی شکل بود، اصلا بر نمیتابید این جمهوری اینا رو. وگرنه الان هم ما در رابطه با جمهوری کردستان در چارچوب نوع نظامی که یا نوع حاکمیت در اون دولت کردستان مورد نظر ما جمهوری است، پادشاهی نیست. این به معنای جدایی از ایران نیست. حالا اگه ایران میخواد نمیدونم هر هر بخش من وقتم یه مقدار کمه بابک جون، خواهش میکنم بفرمایید. خب من اجازه دارم یه سوال دیگه هم بپرسم تام کنین شما از پس حالا یه سوالی هم بپرسم چون قبلا کامنت شده بود زیر برنامه ها. شما به هر حال نماینده حزب کردستان ایران هستید و دلیل اینکه شما عضو حزب دموکرات کردستان ایران عضوی از اونجا هستید، بله، و دلیل اینکه شما هم در به حساب آشنا شدیم با شما دعوتتون کردیم بود که چند تا از دوستانی که در به حساب طرفداران حزب کردستان هستن خواستن از ما بیان شما حضور داشته باشیم و صراحتا اعلام کنید که آیا حزب کردستان ایران به دنبال جدایی طلبی و تجزیه از ایران هست یا نه. من این برای سومین بار عرض می کنم، تحقق حقوق ملی کردها در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال. این فکر من سومین باره. ممنونم از شما، من خواستم دیگه واضح این سوالو بپرسم که یه جواب واضحی هم گرفته باشم. سپاسگزارم.